اینجا استدیوی مجله دلتا است و ما در بخش گردشگری مجله دلتا میخواییم برای شما از ونیز ایران بگیم. روستای واریان در 25 کیلومتری جاده زیبای چالوس و قسمت شرقی سد امیرکبیر قرار داره که تنها راه دسترسی به اون با قایق. به روستای واریان ونیز ایران هم میگن به خاطر اینکه در اونجا هیچ گونه وسیله نقلیه‌ای اعم از ماشین و موتور وجود نداره و تنها راه دسترسی به اونجا قایقه. آب و هوای بسیار بسیار خوبی هم داره. قبل از ساخته شدن سد کرج 50 تا خانوار در اونجا زندگی میکردن و بعد از ساخته شدن سد کرج با قایق خب میتونستن تردد کنن به شهر و به خاطر همین خیلی از افراد اونجا جابجا شدن و دیگه اونجا سکنه نیستن. این روستا سکنه زیادی نداره. قبل از ساخته شدن سد کرج 50 خانوار در اونجا زندگی میکردن و بعد از ساخته شدن سد کرج به خاطر اینکه میتونستن با قایق به شهر رفت آمد کنن یه تعدادی از سکنه از اونجا جا به جا شدن. در 25 کیلومتری جاده چالوس یک تابلو کوچیکه که نوشته به سمت روستای واریا و یک جاده هست کوتاه اما با شیب بسیار بسیار تند که وقتی شما این جاده رو طی میکنید در واقع به نگهبانی سازمان آب میرسید. چرا؟ چون حدود 70% زمین های اونجا متعلق به سازمان آب هست و همچنان تنها راه دسترسی به روستای واریان سد کرج و به وسیله قایق. همونطور که گفتم به خاطر اینکه توی این روستا تنها راه دسترسی آبهای سد کرج هست و وسیله قایق، در اونجا هیچ موتور وسیله نقلیه‌ای نیست که هوا رو آلوده کنه. به خاطر همین شما در فصل بهار و تابستان اونجا میتونید یک هوای دلچسب و بی‌نظیر رو تجربه بکنید. اما ساعت عبور و مرور هم داره. یعنی چه ساعتی؟ شما با قایق میتونید از ساعت 5:30 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر برید و بعد از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 11 شب تنها ساعت ورود و خروج به روستای واریان. یه نکته دیگه‌ای هم باید بهش دقت کنیم. اینی که ورود افراد متفرقه به روستای واریان ممنوعه. تنها افرادی میتونن به اونجا برن که سکنه اونجا هستن یا اقوام خانوارهای موجود در روستا هستن و یا از قبل هماهنگ کرده باشن برای ورود به روستای واریان. خب به خاطر اینکه در روستای واریان باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی فراوانی وجود داره، از محصولات اونجا ما میتونیم به غلات و میوه‌ها اشاره کنیم. علاوه بر اون به خاطر داشتن زنبور عسل، اونجا عسل طبیعی خوشمزه‌ای هم تولید میشه. علاوه بر اینها در روستای واریان دوخت گیوه و کرباس بافی هم انجام میشه. دو تا نکته خیلی جالب در مورد روستای واریان هست. اون اینکه در روستای واریان هیچ سوپرمارکتی وجود نداره و نکته دیگه ای که حائز اهمیته اینه که چون حیات خونه ها هیچ دیواری ندارن، این حیات ها به هم راه دارن و کاملا با هم مشترکن.